سلام، برگشتیم با یه فری دیسکاشن دیگه. امروز میخوایم سه نفری راجع به یه موضوع جالب دیگه صحبت کنیم، اونم تفاوت بعضی از کلمه هاست توی معنا. البته من با یه دوتا کلمه شروع میکنم، هوم و هاوس. شاید براتون جالب باشه که بدونین معنی این دوتا کلمه فرق میکنه. خیلی میگن که معنی خونه میده، ولی خب متفاوته. هاوس به هر نوع ساختمون مسکونی میگن، یعنی جای یه ساختمونی که ما داریم توش زندگی میکنیم. اما هوم به جایی میگن که ما زندگی میکنیم و بهش یه تعلق خاطر داریم، یه جنبه عاطفی داره. مثلا ما میگیم که ایران is my home، یعنی ایران خونه منه. ولی از چه نظر؟ از لحاظ اون معنویت و این وابستگی و اینجور چیزا. حالا اینو گفتی، من یاد یه ضرب المثل یه اصطلاحی افتادم توی انگلیسی که میگه home sweet home، یعنی هیچ جایی هم خونه خود آدم نمیشه. دقیقا اون بار عاطفی که تو گفتی توش میشه. آره توش هست. من دوتا کلمه آماده کردم براتون، listen و hear، که تفاوت این دوتا رو شاید برای خیلی جای سوال باشه. لیسن رو زمانی میاریم که میخواییم با توجه و تمرکز و حواس جمع به یه چیزی گوش بدیم، یعنی دقیقا گوش دادن. اما هیر که یعنی شنیدن، وقتی که شما توی یه محیطی هستید و خب یه سری صداها رو میشنوید، اینجا توی این موقعیت ها از هیر استفاده میکنید. مثلا نگاه کنید، When I leave my home every morning I hear the birds singing in the trees، یعنی هر روز صبح که خونه رو ترک میکنم صدای پرنده، آواز خوندن پرنده ها رو میشنوم. اما یه مثال هم بگیم واسه یه listen. I really listen to my husband when he tells me about his day، یعنی به همسرم گوش میدم وقتی که میاد راجع به روزش با من صحبت میکنه. چیزی که من آماده کردم تفاوت بین mistake و error. mistake در واقع اون اشتباهیه که یک انسان مرتکب میشه، اوکی. ولی error در واقع برمیگرده به اون خطایی که حالا توی محاسبات اتفاق میفته و توسط ماشینالات در واقع رخ میده. برای مثال میگیم که do not feel bad، everyone makes mistake، احساس بدی نداشته باش، همه دچار اشتباه میشن، در واقع افراد مرتکب میشن. ولی مثلا یه جایی میگیم که there were number of errors in his calculations، یعنی که یه تعداد اشتباه و یا خطا توی محاسباتش وجود داشت. خب اینم از بحث امروز ما. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.